به نام خدا، سلام، وقتتان بخیر. به خبر در سلو و تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقادها از روی کرده کشورها در برابر افغانستان. سرپرست وزارت دفاع بیان که از کشور نام ببرد میگوید کشورها در لباس دوست تلاش دارند تا افغانستان را به سوی بدبختی سوق دهند. مولا تاج ته زهر واردوي او زموږ تاج د هلاکت لپاره استعمالوي. د څومره عداوت او خصومت او دښمنۍ چې پیدا کولې دغه احزاب هم پیدا کولې. په خوله چې څومره دښمني لري د زړه دښمني د دې ډېره غټه ده. نو چې د رب جل جلاله د خاص اعلان د دښمنۍ دی. واکنش امارت اسلامی به نشست شورای امنیت. حکومت سرپرست در واکنش به نشست شورای امنیت این نشست ها پیرامون افغانستان را به اثر می داند، اما بر نادیده گرفته نشدن دستاوردهای امارت در این گونه نشست ها تاکید دارد. همه محاسبات در مورد افغانستان باید واقعی بینانه باشد. در افغانستان ما پیشرفت های بسیار خوبی داریم در عرصه امنیت، در عرصه ثبات، در عرصه اداره واحد و نظام واحد که افغان ها را جمع کرده باشد. گشایش پروژه برق 500 کیلووولت بغلان. معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارات اسلامی در مراسم گشایش کار این پروژه میگوید با تکمیل شدن این پروژه صدها مگاوات برق به کشور وارد خواهد شد. به دې سره به هیواد ته په 1500 کیلوولت دین کې د سلګونو مگاوات برېښنا د انتقال زمینه برابره شي. و کشف مجموعه تونل های زیرزمینی حماس در غزه. من حامد بهرام هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سرپرست وزارت دفاع بیان که از کشور نام ببرد میگوید کشورها در لباس دوست تلاش دارند تا افغانستان را به سوی بدبختی سوق دهند. محمد یعقوب مجاهد در بخش دیگر از سخنانش افزوده است که در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان هیچ پروژه زیربنایی ایجاد نشده. همزمان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله احزاب را عامل اصلی دشمنی های داخلی میخواند و میگوید نظام در سراسر کشور حاکم شده است. سرپرست وزارت دفاع در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه کابل در تالار لوی جرگه می گوید که امریکا در جریان حضور 20 سالش در افغانستان هیچ پروژه را عملی نکرده که مفاد آن دراز مدت باشد. محمد یعقوب مجاهد در این مراسم به آن که از کشور نام ببرد می افزاید که کشورها در لباس دوست تلاش دارند تا افغانستان را به سوی بدبختی سوق دهند. اندیوالی فجامه کی تریو او بل شعار لاین مولا تاسی تا زهر واردهی او زمول استاسی دا حلاکت تا پاره استعمالهی پا اصلو کی پا شهدو کی مولا تاسی تا زهر راکی دوست او دشمن باید و پیجنو. همزمان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در این مراسم میگوید که در نیمه سده اخیر سیاست‌های تخریبی در افغانستان پیاده شده است. سرپرست وزارت داخله همچنان با تاکید بر حفظ وحدت میان مردم موجودیت احزاب را عامل اصلی دشمنی‌های داخلی در کشور می‌خواند. وقت بمزه که بل بی پخپل منز که د څومره عداوت او خصومت او دښمنۍ چې پیدا کولې دغه احزاب به پیدا کولې. د دې وجنه چې د نن د موږ تاسو یووالی اتفاق په یوه کوټه کې نشو راتلی په یو بستا قوم او ملت کې به څنګه راغلی وای. دوی ستاسې په تکلیفو خوشحاله کېږي. په خوله چې څومره دښمني لري د زړه دښمني د دې ډېره غټه ده. نو چې د رب جل جلاله د خاص ښه اعلان د دښمنۍ دی او اوس بیا ما او تا په دې پریب باندې خطا کوي چې افغانستان کې دا مشکل دی، افغانستان کې دا مشکل دی. بې ځای الزامات پر نظام لګوي، کله په یوه حواله خبره کوي، کله په بل حواله خبره کوي. نو تاسې قدرمن ځوانان باید دې ته متوجه سئ. سرپرست وزارت داخله پیش از این نیز در یک نشست مردمی در ولایت پکتیا بر حل تنش‌های قومی و اتحاد میان مردمان افغانستان تاکید کرده بود.
امارات اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت میگوید که این گونه نشست ها پیرامون افغانستان اثر بخش نیستند. به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی، در این گونه نشست ها دستاورد های کانونی نادیده گرفته نشوند. اوضاع حقوق بشر، مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی از بخش هایی بودند که نماینده 15 کشور جهان در این نشست رویان گفتگو کردند. شب گذشته نمایندگان بیش از 15 کشور جهان اینجا در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. اوضاع زنان و دختران در این نشست از مسائلی بود که برخی از اعضای شرکت کننده در این نشست از آن انتقاد کردند. ویژگی های کلیدی وضعیت حقوق بشر در افغانستان کانونی، تبعیض سیستماتیک در برابر زنان و دختران، سرکوب مخالفان سیاسی و آزادی بیان، عدم نمایندگی منادار اقلیت‌ها در حکومت این کشور، قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری است. ایالات متحده درخواست‌های زنان و دختران افغان را می‌شنود و تأکید می‌کند تا زمانی که زنان و دختران با آموزش، نیروی کار و دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی دسترسی نداشته باشند، هیچ گام مهمی در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان در نظر نخواهد گرفت. اجازه دهد عزم خود را برای مشارکت فعال در ایجاد آینده عادلانه، فراگیر و نماینده مجدداً تأکید کنیم. آینده‌ای که در آن هر کودک افغان می‌تواند حق آموزش داشته باشند. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در این نشست همچنان بر ضرورت افزایش تعامل با امارات اسلامی تاکید کرد. رضا اوتونبای و گفت که این تعامل به معنای مشروعیت دادن به طالبان نیست. گفتگو مشروعیت نمی بخشد. می تواند گفتگو و تعامل برای ابزار مخالفت و در عین حال تشویق به تغییر استفاده کرد. من معتقد هستم که به اندازه کافی تعامل و گفتگو با مقام های کانونی افغانستان وجود نداشته است. باید تعامل و گفتگوی مستقیم و بیشتر با مقام های کانونی افغانستان در کابل صورت گیرد. ایران بر نیاز به کمک های بشردوستانه بی‌طرفانه و اهمیت لغو تحریم های بین المللی برای پشتیبانی از بهبود اقتصادی افغانستان تاکید کرده است. ایران همچون یک همسایه تاثیرگذار که با احتیاط با وضعیت افغانستان سر و کار دارد و میزبان میلیون ها افغان است، تعامل فعال خود با مقام های کانونی افغانستان را حفظ می کند. اما نماینده پاکستان همانند گذشته بار دیگر از آنچه که تهدیدهای هراس افغانی از خاک افغانستان میداند انتقاد میکند. در حالی که مقام های دولت موقت افغانستان موفقیت های را در امر مبارزه با داعش گزارش کردند، واقعیت این است که شماری از گروه های هراس افغان تحت محافظت دولت موقت افغانستان زندگی میکنند. اما امارت اسلامی میگوید که در این گونه نشست ها باید دستاوردهای کنونی نادیده گرفته نشوند. همه محاسبات در مورد افغانستان باید واقع بینانه باشه. در افغانستان ما پیشرفت های بسیار خوبی داریم در عرصه امنیت، در عرصه ثبات، در عرصه اداره واحد و نظام واحد که افغانها را جمع کرده با خود، و همچنان در عرصه پیشرفت اقتصادی، در عرصه عمران مجدد، در عرصه جلوگیری از فساد، در عرصه جلوگیری از مواد مخدر، از قاچاق. این دومین نشست شورای امنیت درباره افغانستان طی یک هفته گذشته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مراسم فراغت دانشجویان از دانشگاه کابل میگوید که امارات اسلامی متعهد به ترقی و پیشرفت تحصیلات عالی در کشور است. ندا محمد ندیم در بخشی از سخنانش میافزاید با آنکه بیگانگان برای پیشرفت افغانستان پیشنهادات را ارائه میکنند، اما در واقع خواهان ترقی کشور نیستند. همزمان با این برخی از دانش آموختگان تازه فارغ شده از امارات اسلامی میخواهند تا در کنار پسران و دختران نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را بدهند. نزدیک به 2500 تن از دانشجویان دانشگاه کابل با حضور مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی در تالار لوی جرگه فراغتشان را جشن گرفتند. در این مراسم سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که امارت اسلامی متعهد به ترقی و پیشرفت تحصیلات عالی در کشور است. دومره در توایم اسلامی امارت در افغانستان په جوړونه کې چې مختلف اړخونه لري، د تحصیلاتو سلسلیت متعهد دی، اجمن دی، د عالی تحصیلاتو ترقی غواړي.
در همین حال رئیس دانشگاه کابل از دانشجویان تازه فارغ شده میخواهد تا از فرصت های پیش آمده به خوبی کار بگیرند و در مورد پیشرفت تکنولوژی در کشور تاکید میکند. زمون دخمن په سنگر و دفتر که ماتی اخوڑا باید چه په هر برخه که منگ پا دوی برلاسی شو که آقا ده ساینس و تکنولوژی برخه ده که آقا ده اقتصاد برخه ده و که آقا بلا برخه ده. دانشجویانی که تازه سند فراغت به دست آوردند از امارت اسلامی میخواهند تا در کنار پسران و دختران نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را بدهد. در کناری که ما خواستار تامین کار و فراهم کردن زمینه کاری برای معاصلان فارغ شده این دور از دانشگاه کابل هستیم، دقیقاً که خواستار باز شدن دربهای دانشگاه ها و مکتب ها برای دختران هستیم. خواست ما از امارات اسلامی است تا با ما زمینه کاری را فراهم کند تا ما از داشته های علمی خود به خدمت مردم و کشور ما شویم. این دانشجویان از 22 دانشکده دانشگاه کابل در حال فراغتشان را جشن می‌گیرند که یک سال می‌شود در دانشگاه‌ها برای دختران دانشجو مسدود است. زمیر کابلوف در دیدار با سراج الدین حقانی بر نیرومندی روابط کابل با مسکو گفتگو کرده است. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان که به تازگی به کابل آمده است، در این دیدارش با سرپرست وزارت داخله امنیت افغانستان را به سود کشورهای منطقه دانسته است. از سوی دیگر سرپرست وزارت داخله از تأمین امنیت افغانستان اطمینان داده است. سرپرست وزارت داخله در دیدار با نماینده ویژه روسیه برای افغانستان درباره مسائل امنیتی، انکشاف روابط تجارتی میان کابل و مسکو و نیز درباره فرم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت روسیه از افغانستان گفتگو کردند. عموماً آنها وضعیت را می‌بینند، خودشان هم گاهی وقت در موضوعات تجارتی پیشرفت در بحث صورت می‌گیره و همچنان تعامل ترانزیت که در افغانستان از راه افغانستان صورت می‌گیرد و راستا بحث صورت گرفت، پیشرفت‌های اقتصادی در افغانستان مد نظر گرفته شد و بعضی از تشویش‌هایی که در عموماً ابراز می‌کنند برشان اطمینان داده شد. از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی آمدن نماینده ویژه روسیه برای افغانستان را به کشور مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که باید از این گونه دید و بازدیدها برای مستحکم کردن روابط میان کابل و مسکو استفاده بیشتر شود. دو ابرقدرت اقتصادی و نظامی در آسیا است که روسیه و چین است. روابط ما که به دو کشور باشد طبیعی است، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ کمک‌های بشری و حقوق مردم افغانستان میتونیم در سطح استیج بین‌المللی ما همکار داشته باشیم با خود اونجا. پیش از این سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده ویژه روسیه برای افغانستان درباره روابط دو جانبه سیاسی و بازرگانی با مشارکت امارت اسلامی در مکانیزم‌های منطقه‌ای و جهانی نیز گفتگو کرده است. زمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان روز چهارشنبه به کابل آمد. کار باقی مانده پروژه 500 کیلووولت برق ترکمنستان از جوشان الی خواجه الوان بغلان و از خواجه الوان تا ارغندی کابل گشایش یافت. معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی در مراسم گشایش کار این پروژه میگوید که با تکمیل شدن این پروژه صدها مگاوات برق به کشور وارد خواهد شد. شماری از باشندگان کشور از آغاز کار این پروژه استقبال میکنند و از امارت اسلامی میخواهند تا به ساخت بندهای برق در کشور توجه بیشتر کند. پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به کشور با حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء و شمار دیگری از اعضای کابینه حکومت سرپرست اینجا در دشت خواجه الوان ولایت بغلان گشایش یافت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که با آغاز کار این پروژه برق وارداتی ترکمنستان از جوزجان به خواجه الوان و از آنجا به ارغندی کابل انتقال خواهد یافت و با تکمیل شدن کاریان صدها میگاوات برق به ولایت های جنوبی کشور وصل خواهد شد. و دیگه سر به هیوات و 1500 کیلوولت دین که در سلگون میگاوات برشنا در انتقال زمینه برابر شد. او در کابل چخه در هیوات جنوبی ولایتون تا در غزیدون موزی دلاری با در برشنا انتقال تامین کرد. در با او کولی شیجی د ترکمنستان هیواد څخه په ارزانه بیه باندې نسبت تاجکستان او ازبکستان ده موږ زر میګاواټه انرژي دلته را انتقال. از سوی دیگر عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید که با تکمیل شدن این پروژه همه کارخانه های تولیدی فعال و صنعت در کشور رشد خواهد کرد. زموږ صنعت کې به ډېر چټکواله راشي،
هغه فابریکې به فعال شي چې موږ مجبور یو چې هغه فابریکې فعال کړو. شماری از شهروندان از آغاز کار این پروژه استقبال کرده و از امارات اسلامی میخواهند تا در بخش ساخت و ساز بندهای برق در داخل کشور تلاش کند. لخپل منابونه لخپل اوبونه موږ تاسو استفاده وکړو، دا خارجي برقونه دي چې خدای وکړه موږ تاسو دا رقم ته افتتاغان ولرو چې خارج ته برقونه ورکړو. لخپل اوبونه لخپل منابونه لیدنه باید په خپل داخل د افغانستان کې بندونه جوړ سي او به خې پریمانه لرو چې موږ د خارج له احتیاج نه خلاصو. بر بنیاد اطلاعات مسئولان کار این پروژه با دو شرکت داخلی قرارداد شده است و تا دو سال آینده تکمیل و 12 ولایت کشور از نور برق مستفید خواهند شد. پیدامه خبر در خوش آمدید. سازمان جهانی بهداشت میگوید که بیش از 1 میلیون کودک در سراسر افغانستان با سوء تغذیه شدید دچار هستند. این رئیس این سازمان میگوید برای پیکار با سوء تغذیه کودکان در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد. در سوی هم برخی از پزشکان نیز میگویند شمار مراجع کنندگان سوء تغذیه در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده است. امیر 6 ماه از 20 روز به این سو در بخش درمان سوی تغذیه شفاخانه ساعت طفل اندرا گاندی بستری است. مادرش میگوید که امیر را از بهر درمان از کاپیسا به کابل آورده است. این پندیدگی شاریدگی داشت. دکترها گفتند ببرید سر طفل یا تکلیف گرده داره یا شش داره. بازی جا که آوردیم گفت نه تغذیه است. اقتصاد ما اولا ضعیف است، اینمی بخشته که اینمی خاطر نسوی تغذیه شد در خانه اقتصاد ضعیف است، دیگه نمیشه که ما یک چیزی خوب بخوریم یا خوب بپوشیم. برخی از پزشکان این شفاخانه میگویند که شمار مراجع کنندگان بیماران سوی تغذیه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است و در فصل سرما روزانه 20 تا 25 بیمار مبتلا به سوی تغذیه نزد آنان مراجعه میکنند. نسبت به سالهای گذشته خو افزایش پیدا کرده، خصوصا در فصل تابستان مریضای ما بسیار زیاد است. خود این روزا که زمستان شده یک کم تعداد مریضای ما شکر خدا کمتر شده. خب بازم در حدود 15 الی 20 مریض اسکرین می آید روزانه. برای اینکه اطفال به سوی تغذیه مواجه نشوه، باید خانواده محترم پدر مادر فاصله دهی بین اولادها را زیاد بسازه و حفظ صحه را رعایت کنه و جامعه ما باید از فقر نجات پیدا کنه، بهبود بیابه. در همین حال رئیس سازمان جهانی بهداشت در صفحه 1 نوشته است که 30% جمعیت افغانستان با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند و این سازمان از بهر درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه به 185 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که بر بنیاد آمارهای ریاست تغذیه وزارت صحت عامه در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از 896 هزار کودک و بیش از 444 هزار مادر شیرده و باردار برای درمان به مرکزهای درمانی سوی تغذیه در سراسر کشور مراجعه کردند. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با برخی از بازرگانان گفته که امنیت بازرگانان در کشور از اولویت‌های کاری امارت اسلامی است. عبدالسلام حنفی افزوده اگر بازرگانان افغان که در بیرون سرمایه گذاری کردند سرمایه هایشان را به کشور انتقال دهند، معافیت گمرکی، توزیع زمین در پارک‌های صنعتی و معافیت از مالیات را امارت اسلامی به آنان در نظر گرفته است. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با شمار از بازرگانان گفته است که امنیت زیربنای اقتصادی است و امارت اسلامی به امنیت مردم به ویژه بازرگانان اولویت می‌دهد. او همچنان افزوده است که بازرگانان افغان مقیم در خارج از کشور که خواستار سرمایه گذاری در افغانستان هستند از پرداخت مالیات معاف و به آنان زمین نیز توزیع خواهد شد. افغانستان جای خوبی برای سرمایه گذاری است و امارات اسلامی افغانستان به تمام سرمایه گذارا و خصوص سرمایه گذارا که اخیرا به کشور میان و از هجرت برمیگردن و عودت میکنن به کشور، آنها سهولت های بیشتر را فراهم خواهد کرد و زمینه های بسیار خوبی سرمایه گذاری برشان ارائه کردن و در این حمایت میکنه سرمایه گذارا خود.
شمار از بازرگانان معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران افغان مقیم در خارج از کشور را در میزان جلب سرمایه گذاری در افغانستان سودمند می دانند. معافیت مالیاتی برای مهاجرین عودت کننده و برای سرمایه گذاره ما که به کشور عودت می کنند یک امید بسیار خوب است و این می تواند که امو تاجرای ما را دلگرم بسازند و بیاین به وطن ما سرمایه گذاری بکنند. سرمایه گذاری باید در بخش زراعت سرمایه گذاری صورت بگیره که زراعت ما میکانیزه و میاری شود و ما بتانیم که فابریکای پروسس و بسته‌بندی میاری داشته باشیم که میوه‌جات و سبزیجات ما و سایر صادرات ما قابل قبول کشور مبدا باشد. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که در دو سال پسین حرکت‌های اقتصادی خوب در کشور صورت گرفته است و بر سرمایه گذاری‌های بیشتر در بخش‌های زیربنایی نیز تأکید می‌کنند. در صورتی که امکانات خارجی پیدا شود و او 34 میلیارد دلاری که خواستن که کمک کنه افغانستان او هم به اختیار قرار داده شود، فکر می‌کنم که رشد سریع توسعه اقتصادی به وجود میاره، برای اینکه مسئولیت سرمایه‌گذاری تا اندازه زیاد تامین شود. پیش از این نیز امارت اسلامی از فراهم شدن تسهیلات لازم برای بازرگانان افغان که قرار است دارایی‌هایشان را از پاکستان به کشور انتقال دهند خبر داده است. ادامه خبرها در تولو نیوز. وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید برای آغاز کار معدن مس و عینک لوگر همکاری میکند. سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس شرکت ام‌سی‌سی چین اطمینان داده است که در بخش استملاک زمینهای اطراف معدن مس و عینک لوگر و حاجیگک بامیان همکاری خواهد کرد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند به منظور افزایش درآمدهای کشور باید پس از استخراج مس و عینک لوگر پروسس آن نیز در داخل کشور صورت گیرد. سرپرست وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در دیدار با رئیس شرکت چینایی ام‌سی‌سی از همکاری‌ها با این شرکت در زمینه استملاک زمین‌های اطراف معادن مس عینک لوگر و حاجیگک بامیان اطمینان داده است. رئیس شرکت ام‌سی‌سی چین نیز در این دیدار گفته که با استملاک زمین‌های این معادن تلاش خواهند کرد تا هر چه زودتر فعالیتشان را در زمینه استخراج این معدن آغاز کنند. په دې کتنې کې دواړو خواوو د لوګر د عینکو مس کان او د بامیان ولایت د حاجیګک کان د شاوخوا ځمکې د استملاک او د کار پر مهال د یاد شرکت د اړتیا وړ اوبو په اړه خبرې وکړې. بیش از یک دهه از قرارداد مس عینک با شرکت چینی میگذرد، اما چرا تا کنون کار استخراج این پروژه عملا در کشور آغاز نشده است؟ زمانی که این قرارداد داده میشه بعد از اونجا آثار عتیقه بیرون میاد، آثار که مرتبط به 2200 سال قبل است. زمانی که او آثار دیده شد و آثار باز در اثر کنش ها و تحقیقات بیشتر شد، سکتگی در راه آمد که نشه اگر ما استخراج دوام بدیم یا استخراج میکنیم آثار از بین بره یا متضرر شود. شماری از آگاهان اقتصادی نیز استخراج معدن مس عینک را در رشد اقتصاد کشور مهم می دانند. دیدی پروژه په عملی کول سره موږ کولای سو یو خو انجینرانو ته کاریګرو ته کار کې پیدا سي، دویم د موږ له چین سره مستقیما اړیکه تجارتی اړیکه شروع کیږي چې کېدای شي چینایان دې لپاره سي د خپل استخراج مستقیم او کې لنډ او اسانه لارې ورته پیدا کی. نه باید به من حیث مواد خام ای پروژه ای سینه معدن سینه که استخراج شوه و به بیرون از کشور بره. در صورتی که به شکل مواد خام ما ای را صادر بکنیم در صورت باز هیچ نوع منفیت به افغانستان نخواهد داشت. مس عینک لوگر از بزرگترین معادن افغانستان است که قرارداد آن در سال 2008 میلادی با شرکت ام‌سی‌سی چین امضا شده است. با آغاز این پروژه بیش از 6.8 میلیارد متر مکعب مس به چین انتقال خواهد یافت. همزمان با یک سالگی ممنوعیت دختران از رفتن به دانشگاه ها در کشور، این موضوع با واکنش های نیز روبرو شده است. نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در دسترسی نداشتن دختران به آموزش انتقاد کرده است. از سوی هم شماری از خانواده های دانشجویان نیز بار دیگر از حکومت سرپرست خواهان بازگشایی دروازه دانشگاه ها برای دخترانشان هستند. نادیه که دانشجوی طب معالجوی در دانشگاه کابل بود، اکنون در یکی از آموزشگاه ها سرگرم تدریس کردن است. او میگوید که تحصیل حق بنیادی دختران است و جهان نباید در این زمینه خاموشی اختیار کند. اقدر زحمت کشیدم کارش مدال بیفایدگی شده دیگه، زحمت عیف شد.
خواست ما از جامعه جهانی حکومت سرپرستی است که ما را هیچ وقت فراموش نکنند. از سوی هم شماری از خانواده های دانشجویان و دانش آموزان بار دیگر بر بازگشایی دانشگاه ها و مکتب ها بروی دختران در کشور تاکید می کنند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهانیم که برای دخترها تمام دانشگاه باید باز باشه که وطن ما ترقی بیافته، کل پیشرفت کنه، انجینر کار داره، دکتر کار داره، هر ضرورت از در وطن ما. من حیث یک مادر و من حیث یک شهروند از امارت اسلامی میخوایم که دانشگاه ها مکاتب برای دخترها باشه، بخاطر که دخترها نصف جامعه را تشکیل میدن. همزمان با یک سالگی ممنوعیت دختران از دانشگاه ها، نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صفحه های اجتماعی ایکسشان به گونه جداگانه بر دسترسی داشتن دختران به آموزش تاکید کردند که افغانستان به نسل تحصیل کرده نیاز دارد. خواستم از حکومت امارات اسلامی و جامعه جهانی است که به زودترین فرصت روی موضوع توجه جدی گرفته شود و دروازه دانشگاه ها و مکاتب برای دختران باز شود. هرچند که امارت اسلامی درباره بازگشایی در دانشگاه ها برای دختران در کشور به تازگی چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که تلاش ها از بهر بازگشایی دانشگاه ها برای دختران در کشور جریان دارد. پس از شکایت شماره از قصابان در بلخ از بلند بودن بهای کشتن مواشی در کشتارگاه دولتی این ولایت، اکنون مسئولان محلی بلخ میگویند که بهای کشتن مواشی را کاهش دادند، اما قصابان خواستار کاهش بیشتر بهایند. رئیس کشتارگاه عمومی در بلخ میگوید به هدف ایجاد 13 کشتارگاه معیاری در دیگر ولایت‌های کشور 85 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهند کرد. گزارش از عزیز ابرام. پس از نشر گزارش تولو نیوز حدود 3 هفته پیش درباره انتقاد قصابان از بلند بودن بهای کشتن مواشی در کشتارگاه عمومی شهر مزار شریف، اکنون مسئولان محلی میگویند بهای کشتن یک رز گوسفند از 350 به 250 افغانی و بهای کشتن یک رز گوساله از 1450 به 1150 افغانی کاهش یافته است. قبلا 3.5 صد گوسفند بود، 4.5 صد 2.5 صد شده گوسفند ذبحش و حیوان بزرگ 14.5 صد بود، 11.5 صد شده. باید تطبیق شوه، ارزان شوه. هرگاه تخلف از قصابان خلاف طرز العمل کاریشان در بلخ سر بزنن، نیروهای امنیتی طبق قانون برایشان برخورد نموده، اونا را به پنجه قانون خواهند سپرد. رئیس کشتارگاه عمومی در بلخ میگوید به هدف ایجاد 13 کشتارگاه معیاری در دیگر ولایت‌های کشور 85 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهند کرد. ما میخواهیم که در شهر مزار شریف تمام قصابی‌ها را استاندارد کنیم، تمام قصابی‌ها را طبق معیارات بین‌المللی بسازیم. قصابان در بلخ میگویند که هنوز هم نرخ تعیین شده بلند است و از مسئولان میخواهند تا این نرخ بیشتر کاهش یابد. دمین نرخ از یک 250 افغانی فعلا شده که در جلسه اعلان شد 1150 افغانی از گاو شده. ما از این راضی نیستیم، بسنده نیست. چرا یک پل بالاست؟ باید از بزرگای امارات اسلامی خواهش میکنیم که این پل باز هم یک تجدید نظر شود، در این پل پایین شود. سالنگ ها شده، روز به روز مال از این باد قیمت میشه. یک چند وقت که بود سالنگ بند بود، از این باد سالنگ که باشه مال در اون طرف میره. فقط دیگه استاندارد سازی که میگن اینا استاندارد میسازن تا که اگر مؤسسه نبیاد استاندارد نسازه. کلی ما دکان کرایه داریم، از خود نداریم دکان. با این حال مسئولان محلی بلخ میگویند که به هدف پاکی و صفایی شهر تلاش می شود تا از کشتن حیوانات در کنار جاده و دید عموم جلوگیری کنند. باشندگان ولسوالی خاص اورزگان ولایت اورزگان میگویند در اثر حملات هوایی نیروهای خارجی در سالهای گذشته، افزون بر تلفات جانی، بیش از 100 خانه نیز به گونه کامل تخریب شدند. این باشندگان میگویند به علت فقر اقتصادی اکنون توان ساخت خانه های خود را ندارند. مسئولان محلی نیز وارد شدن از زیان های هنگفت برای مردم را تایید کرده، اطمینان میدهند که با همکاری نهادهای مددرسان در بازسازی این خانه ها کمک میکنند. ولسوالی خاص اورزگان در 120 کیلومتری شرق شهر ترینکوت مرکز ولایت اورزگان موقعیت دارد. این ولسوالی که در زمان حضور نیروهای خارجی گواه سخت‌ترین نبردها بود، اکنون در فضای صلح و آرامش نفس می‌کشد. باشندگان این ولسوالی می‌گوید در نتیجه حملات نیروهای خارجی، افزون بر تلفات جانی، بیش از 100 خانه رهایشی به گونه کامل تخریب شده و آنان توان ساخت آن را ندارند.
پشمار ډیر کورونه خراب شوی دي، تقریبا در سلو یو نیم سل کور پورې داسې بمبار شوی دي. یعنی زموږ ټول بازار چور سو، ورک سو، دوکانونه ونړېدل، خلک مړه شول، شهیدان، ښځې او یتیمان کونډیانې پاتې دي. بیداد بمبار چې د زیات وخت مشه میاله خوش شده، 5000 سرای سه دانه سرای تخریب شده. شماری دیگر از باشندگان این ولسوالی میگویند تا کنون هیچ کمک به آنان انجام نشده است و از حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان میخواهند تا در بازسازی این خانه ها با آنان همکاری کنند. داشتیل کاله چې څه ناخوالې راغلي وو پر دې ولس باندې دغونې د چنده تېر شوي دي. نښې و علامې دی ته پخپلې وینې چې دغه کنډوالې چې تر اوسه پورې ولاړ دي د خلکو سرایونه دغې چپه پراته دي. دا مو غوښتنه ده چې ورور هغه مستحق شي چې د ملکې لپاره چې باید هغه خلکو ته ورشي چې هغه ضرر ورسېدلی دي، مقصد دا تاوان ورسېدلی دي. دا خو دی خلکو ته رسېږي چې تر اوسه یې نسرای نړېدلی دي په دې ځایو کې وکړي چې تر اوسه هلته حکومت ورغلی لا نه دي، که څه هم دا د پیسو موسې دي که دا نورې موسې دي. ورور رئیس اطلاعات و فرهنگ اروزگان نیز نگرانی باشندگان این ولسوالی را بجا دانسته میگوید که تلاش میکنند تا با همکاری نهادهای مدد رسان در ساخت خانه های ویران شده کمک کنند. موږ خاص د خاص روزګان ولسوالۍ له ولسونو ته او قربانیانو ته ډاډ اطمینان ورکوو. انشاءالله په دغه برخه کې انشاءالله اهل عزیز موږ نور هم همکاري ته هغه ادامه ورکوو او تر څو ستاسو ستونزو ته په کتو سره ستاسو هغه مشکلاتو په کتو سره به انشاءالله اهل عزیز ستاسو کورونا بیا رغول کیږي. ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان از جمله ولسوالی هایی است که باشندگان آن به سهولت های ابتدایی زندگی دسترسی نداشته و در 20 سال گذشته به عملی سازی پروژه های انکشافی در آن توجه چندانه نشده است. ریاست صحت عامه بدخشان از کاهش 95% بیماری سرخکان در این ولایت خبر می‌دهد. با گفته این نهاد در یک سال پسین نزدیک به 550 مورد واقعه مثبت سرخکان در این ولایت ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال پار نزدیک به 9000 می‌رسید که 21 کودک نیز فوت شدند. گفته می‌شود تطبیق واکسن پولیو در بیشتر بخش‌های بدخشان یکی از علت‌های کاهش میزان بیماری سرخکان در این ولایت است. در گزارش از همکارم ناظم قاسمی بیشتر ببینید. این بانو که باشنده ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان است، کودکی بیمار خود را به هدف درمان به یک مرکز بهداشتی آورده است. او میگوید که سال پار چند کودکش به بیماری سرخکان مبتلا بود و اما پس از تطبیق واکسین اکنون تندرست شدند. تیفلی که در سابقه تلف شدند اونا دوا نیافتند، سبب دوا اینا در جا پیدا نشد، ولی فعلا شکر در جا کمتون پیدا میشه و ولی ما میخوایم که یک کلینیکی ساز باشه. در حساب نمی واکسین آمده در ایجا رم در خانه به خانه رم در مسجد ها میان واکسین میشه و شکر خوب هستن حال دیگه دفتن هم بگیرشون هم بسه بکیلشون میکنه. پزشکان در شفاخانه ولایتی بدخشان میگویند که در ماهای پسین میزان مراجعه کودکان مبتلا به سرخکان به این شفاخانه به گونه چشمگیر کاهش یافته است. به گفته آنان در یک سال پسین 546 واقعه مثبت سرخکان در این ولایت ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پار به 8787 نورید میرسید. خوشبختانه امسال واقعات سرخکان ما بسیار کم داریم که از نظر کلینیکی یک چند واقعه بسیار محدود است، ولی لابراتوار اونا را تایید هم نکده و هر سمپل هم که روان شده نتیجهش نامده و منفی است. خوشبختانه در اثر سعی و تلاش ریاست صحت عامه با شرکای کارشان و همچنان مردم بدخشان که آگاهی پیدا کردن واکسیناسیون قبول کردن از طریق واکسن ها و کمپاین هایی که صورت گرفت، خوشبختانه امسال ما در سال 2023 ارقام از خیلی کم داریم که در حدود 546 واقع مثبت ما داریم. تب، صرفه، آب ریزش بینی، گلودرد و لکه های پوستی در نقاط مختلفی بدن از علایم بیماری سرخکان بوده و این بیماری از طریق تنفس قابل انتقال و به شدت همگیر است. بیش از 1000 تن از نیروهای پلیس از مرکزهای آموزشی ولایت‌های کندهار و پکتیا سند فراغت به دست آوردند. معین اداری وزارت داخله در پکتیا میگوید که تاکنون 74000 پلیس به گونه مسلکی آموزش دیدند و این روند همچنان ادامه دارد. با گفته او، فرمان رهبر امارات اسلامی در مورد اصلاح موی این نیروها به گونه کامل عملی نشده است و درباره عملی شدن این فرمان به گونه کامل تاکید می‌کند.
معین اداری وزارت داخله در مراسم فراغت 500 تن از نیروهای پلیس در پکتیا میگوید که تا اکنون 74,000 پلیس در سطح کشور به گونه مسلکی آموزش دیده و این روند همچنان ادامه دارد. او برای پلیس تازه فارغ شده در مورد برخورد نیک با مردم تاکید کرد. لس مراکز دارو پتول هیواد که د پکتیا د زون په سطحه باندې 2000 مجاهدین فارغ شوي دي په ټول افغانستان کې 4000 مجاهدین تجربه فارغ شوي لنډمهاله ده. او همچنان میگوید که فرمان رهبر امارت اسلامی در مورد اصلاح موی نیروها به گونه کامل عملی نشده است و درباره عملی شدن این فرمان به گونه کامل تاکید میکند. امیر المؤمنین حفظه الله څور از مخکې مجلس کې چې په هغه کې زموږ ستاسو د کورنیو چارو وزارت وزیر صاحب او ډېر وزیران شیخ صاحبان ناست وو، د دوو ځایونو نه یو څه شکوه وکړله. وایي ده وویل چې زما یو فرمان چې په ویښتو متعلق ما ویلی نه دی عملي شوی، په پوره معنا نه دی عملي شوی. در همین حال 550 تن از نیروهای امارت اسلامی از مرکز آموزشی پلیس کندهار نیز فارغ شدند. این نیروها حدود 2 ماه آموزش های مسلکی را سپری کردند و به گفته مسئولان به سطح زونها در ولایت های گوناگون به وظیفه گماشته می شوند. الحمدلله موږ د 2 میاشتنیم کورس کې هر څه ښه زده کړل، لکه چک پاینټ پیری همداشی نور هر څه مو زده کړل. موږ ولسته دا ډاډ ورکو چې تر هغه موږ ژوندی یو، انشاءالله تاسو ته به څوک هغه ونه کړي او موږ د تاسو په خدمت کې. سبقان وویل د پنی سلا او د مفجره موادو د اسلامي ثقافتو د ادبیاتو داسې نور درسونه مو ویلل. با گفته معین اداری وزارت داخله تا اکنون حدود 200,000 پلیس در چوکات این وزارت وظایف خود را به پیش میبرند. ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی بامیان از توزیع مواد خوراکی و لباسهای زمستانی برای 400 خانواده نیازمند در ولسوالی‌های پنجاب و ورس این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان در این نهاد می‌گویند که با سرد شدن هوا تلاش می‌کنند تا خانواده‌های نیازمند بیشتر را زیر پوشش این برنامه قرار دهند. اما این باشندگان می‌گویند به علت فقر و بیکاری و سرمای زمستان در سال روان به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. سید همین همتا گزارش می‌دهد. محمد حسین یک تن از باشندگان بامیان است که میگوید 3 سال می شود با کار کردن در کراچی دستی عمر خود را سپری کرده و اکنون نیز هزینه 8 نفری خود را از رهگذری کارگری در بازار بامیان با همین کراچی تأمین می کند. او میگوید به علت نبودی کار و رسیدن فصل زمستان نمی تواند هزینه زندگی خانواده خود را به درستی به دست آورد. می تر که یعنی 30 سال شده که ما یعنی می جد می کراشی یعنی می جد بغیر این بیگا و سبای خود می رخص روی روز خود تیر میکنم، ما یعنی هفته یک دفعه دیگ نمیکنیم. شماره دیگری از باشندگان بامیان نیز می گویند که برای گذر از سرمای زمستان نیاز به کمک های بیشتر دارند و از حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان می خواهند تا به چالش های آنان رسیدگی کنند. دیگه زمستان هم تو کار نه، دیگه تابستان خوبه، یک ذره کار است از زمستان، دیگه کار خلاصه، دیگه اون موقع میکنیم که ما یک دم تر شوی. واقعا مردم ما راست فقیر است، مردم خلاص از لحاظ اقتصاد واقعا اقتصادش ضعیف است، مشکلات خلاص خوش سالی از طرف دیگر است، دیگه کمک ها از یک طرف کم است، کمک مردم بسیار دمی کمک ها نیازمند است. بالای 90% مردم زیر فقر زندگی میکنه، دیگر نگاه خشکسالی به حد مردم دچار مشکلات در قسمت آبهای صحی، دیگر در قسمت سرگاه فرعی. در همین حال رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگوید به هدف کمک و یاری رسانیدن به نیازمندان برای 400 خانواده در ولسوالی های پنجاب و ورس این ولایت مواد خوراکی و لباس زمستانی توزیع کرده اند و تلاش میکنند تا دیگر خانواده های نیازمند را نیز زیر پوشش قرار دهند. در همگی ولسوالی که ابت ولسوالی در مرکز اشت میشه، در همگی ما در اینمی فکر هستیم، در اینمی کوشش هستیم که همگی ولایت یعنی یک مرکز است، ابت ولسوالی است، همگی در اینمی وقت زمستان تحت پوشش بگیریم. بامیان یکی از ولایت های سرسری کشور است که بیش از 85% باشندگان آن تنها از رهگذر کشاورزی هزینه های زندگی خانواده های خود را تامین می کنند و بیشتر آنان در فصل زمستان بیکار هستند.
مسئولان محلی جوزجان در نشستی که به هدف هماهنگی میان نهادهای دولتی در مرکز این ولایت برگزار شده است، به این باورند که هنوز هم جهاد در افغانستان ادامه دارد، اما نوعیت آن تغییر کرده است. سوی هم رئیس عمومی دیوان جزای دادگاه عالی میگوید که تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی جلو اختلاس و فساد را میگیرد. گزارش از ذکرالله یزدانی. در جلسه هماهنگی که در شهر شبرقان مرکز جوزجان برگزار شده بود، مسئولان بر مبارزه جدی با اختلاس و جلوگیری از ورود افراد نامناسب در نظام امارت اسلامی تاکید کردند. ما حکومتداری سالم داشته باشیم، ما پیشروی اختلاس را بگیریم، ما در نیروی داخل شده اشخاص غیر مناسب در صف بگیریم، ما و شما تصفیه سن خود را بکنیم. کسانی که سبب بدنامی نظام امارت اسلامی افغانستان می شوند و کسانی که قبل از فتوحات در صف امارت اسلامی افغانستان قرار نداشتند، آبانها به نام مجاهد فرم تصفیه ندهند. امارت در این ملت ضرورت دارد، در مردم های خوبش که اسکر بگیرد، پرسنل بگیرد، در ادارت بگیرد، ضرورت دارد. اما این فرم به خاطر امتیاز مجاهدین واقعی که زحمت کشید. از سوی دیگر رئیس دیوان عمومی جزای دادگاه عالی در این نشست میگوید با تقویت هماهنگی میان ارگانهای مربوط جلو آزادی مجرمین متکرر و جعلکاران گرفته می شود. بر بنیاد گفته های مسئولان در دادگاه عالی کشور، این نشست هماهنگی در ولایت های دیگر نیز به هدف تقویت هماهنگی بیشتر میان مسئولان محلی و ادارات دولتی راه اندازی خواهد شد. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر. همراهیتون سپاسگزارم. بقیه شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.